های گایز، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکشن به ترک جنجالی پلوم از سهراب ام جی. بریم و بیایم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. قبل از که بخوام ویدیو رو شروع کنم، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما اون رو سابسکرایب کنید، یه دونه کامنت انگلیسی بذارین سابسکرایبتون بمونه، ویدیو رو حتما لایک بکنید بچه‌ها، یه تایم کوچولو بیشتر ازتون نمیگیره، یه دونه دکمه اونجا هست که اگر بزنید یک دنیا به من کمک میشه و خیلی ممنون میشم ازتون. خب شبکه هاشتان بگم دنبال بگم آقا اینقدر حوله مثلا یادم رفته چیم خواستم بگم. خب آقا اینقدر که تو کامنت ها واسه من نوشتین پلوم، کانال منم پلوم شد. من نمیدونم که این ترک چیه، فقط میدونم که گویا دیسه به بچه های ملتفته و از تو رو بمجای چیز غیر از این هم نمیشه انتظار داشت. بریم ببینیم که این ترک جنجالی چیه، شروع کنیم. پلوم احتمالا در یه جایی رو میخواسته پلوم کنه، ولی بچه خیلی مثل توپ زده که اصلا جز یکی از آهنگای معروف چند هفته اخیر بود که من نتونستم متاسفانه گوش بکنم و منتظر شدم که بتونیم با هم گوش کنیم. شروع میکنم. آهان، قبل از اینکه بخوام شروع آقا حولم حرفام یادم میره. برای حمایت از هنرمندی که دوستشون داریم، موزیک ها و موزیک ویدیوهاشون رو از کانال های خودشون گوش بکنیم. اگر خواستیم باز ریویو داشته باشیم و مجددا گوش کنیم تا جایی که در توانمون هست، حتما دوباره برگردیم و روی همون چنل ویو بزنیم یا رو همون شبکه‌ای که منتشر شده اگر صوتی است. حالا من الان یوتیوب رو دارم تماشا میکنم، لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. رکورده. ای میگن چرا استوری نمیذاری؟ ببین من آهنگ میدم، استوریو تو بذاری. چیه دوست داری؟ چیزه سهراب ام جی در واقع شاید داره بچه‌ها به من بگید در جواب استوری ملتفت یا مثلا استوری فدایی داشته اینو میگفته. اینو نمیدونم قضیهش چی بوده، من یه چند روزی از ماجراها دور افتاده بودم، ولی این داره تیکه میندازه میگه که آره من انقدر خفنم آهنگ میدم، استوری به استوری نمیذارم داداش. ببین من آهنگ میدم، استوریو تو بذاری. چیه دوست داری از فرق بکم، مشکلا رو همه رو از بر بشم، رد بدم و بزنه رسمم به سرم، تو میای دنبالم بهم دست فهم بزنم. نه چیه دوست داری از فرق بکم. راست میگه اینجا رو، میگه که همه فدایی رو حالا چیز میکنن که همیشه داره سهراب ام جی دیس میکنه به خاطر اینکه میگه تو از درد جامعه نمیخونی. الان تقریبا حالا فدایی بماند، کلا خیلی ها از این سمت به طرف سهراب ام جی از این حرفای میگن و انگار داره جواب همه رو با هم دیگه میده، میگه حالا شما بگید الان من بیام از این چیزا بگم، بیان دست من بزن، تو میای من نجات میدی. و شاید اگر خارج از ایران بود یه مقداری میشد حالا چیز کرد، ولی الان واقعا اگر بیام ببرم و یا خیلی های دیگه، خیلی از اینایی که دقیقا همین اتفاق واسه شون میفته تو میای دنبالم به دست فهم بزنم. نه چیه دوست داری از فرق بگم، مشکلا رو همه رو از بر بشم، بدم و بزنه رسمم به سرم، تو میای دنبالم به دست فهم بزنم. چه فایده بخونم من درد مردم، اگا بری به گشنه بگی زرد گندم. چه فایده من بخونم از درد مردم، انگار بری به گشنه بگی زرد گندم. این یعنی چه؟ یعنی کسی که حالا گرسنه‌شه دلش واقعا میخواد که گرسنگیش برطرف بشه، تو بدتر بیای برگری داغ دلش رو تازه بکنی. منظورش احتمالا همینه. و اینکه I don't know، ما حالا ریاکشنمون رو می‌بینیم، ولی من با هر دو نفر تقریبا میتونم بگم با هر دو سبک موافقم. حلی نیست بذارم پیش رو درد مردم، انگار بری به گشنه بگی زرد گندم. هیچ راه حلی نیست بذارم پیش رو همه هم دردی هاشون هم واسه گیشه بود و بس، یه مش کاسه به درد اینا، قاتل فهمه اینا، صلحو نمیخوان آخه عاشق جنگن اینا، اینا صلحو نمیخوان عاشق جنگن. میگه یعنی همش دنبال اینن که جنگ کنن. و کی حالا از گیشه پول در آورده بود؟ بچهای ملتفت. حالا فکر کنم که هیچ کس بود که یه مبلغی رو چیز کرده بود و کلا اصلا رفت دیگه. داره در واقع از این زاویه من یاد چیز میندازه، دیس حسین که میگفت نایا کیان و به خودشون با هدف این مدلی هستن، با هدف پول انگار روی موج سوار میشن. داره از این زاویه، یه مش کاسه به دردن، کاسه به دردن، صلحون نمیخوان آخه عاشق جنگن. چرا میگه قاتل فهمم؟ بخاطر اینکه منظورش اینه که اگر تو روش درست رو بخوای بری جلو،
اونا میگن که بجنگین، ولی اگر روش درست رو بری جلو فهم طرف رو میبری بالا. بگ تو پوست برن، خودشون دوست قصابای شهرن، والا این رپ اجتماعی هم خودشون دوست قصابای شهرن. قصاب کی؟ اونی که گوسفندا رو سلاخی میکنه. پوست برن، خودشون دوست قصابای شهرن، والا این رپ اجتماعی همش پوپولیستیه. حالا آدم خوب داستان تو بپرس کیه. طرف بی پولی مردم پولدار شده، فاز غم میده تا همه رو سوگوار کنه. میگه دل وای بچه‌ها چرا اینقدر صبح میزنم؟ دقیقاً همینو منظورش داره. میگه که شماها خودتون طرف دارین، در واقع پوپولیست کسیه که میاد برای معروف شدن و فلان و یه سری کارا میکنه. دارین از پولدار شده فاز غم میده مشکلات مردم در میارین. سوز ملت ناجیون ولی در میاره از سر قافیه نون. میگه دغدغش معیشت رپ فقط نصیحت، هر طرف حقیقت اون وای 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 اونجا میگه پاش داده خون فقط نصیحت، هر طرف حقیقتون واسد خون پاش شده دوست داری. میگه آها، میگه که اون داره میگه همه ی حرفا حق و درست اینا با من، من خون پاش دادم. یه همچین چیزی دوباره فقط نصیحت، هر طرف حقیقتون واسد خون پاش شده دوست داری. از فرق میگم مشکلا رو همه رو از بر بشن، رد بدم و بزنه رسمم به سرم. تو میای دنبالم چه ترکی بود بزنم چیه دوست داری؟ از فرق بگم مشکلا رو همه رو از بر بشن. وای بچه هر دوتا دیدگاه نظرتون رو به من بگین تو کامنت ها. آدم گاهی وقتا نمیتونه که انتخاب کنه درست چیه و غلط چیه، و شاید مردم ما هم تو همینشن که همشون گیر کردن، نه اون طرف رو میخوان، نه اون تفکر درسته، نه کامل این طرف و این مشکلات رو میخوان، و انگاری که همه این مدلی گیر کردن. شما نظرتون چیه؟ دوست دارم حتما کامنت های این ویدیو رو بخونم که واقعا چه احساسی داری وقتی این حرفا رو میشنوی. بزنم چیه دوست داری؟ از فرق بگم مشکلا رو همه رو از بر بشن، رد بدم و بزنه رسمم به سرم. تو میای دنبالم بهم دست بهم بزنم، بخونم همش اختلاف، طبق جار بزنم کشورم با اختلاف عقبه. هی بگم بچه های گشته از جای مادر و عشق پای سفره. وای اینجا رو باحال گفت، منو یاد چی انداخت؟ گفتش که هی بخونم از درد جامم که بگی که به همه دنیا بگم که مردم عقبن. من یاد چیز افتادم، یه فیلمی بود از چند تا از فیلم‌های ایران جایزه برد و من خب خیلی خوشحالیم که فیلم‌ها جایزه برد. یه دونه جدای نادر از سیمین بود، چی بود، چند تا دونه از این فیلم‌ها بود که اصغر فرهادی بود فکر کنم چیزشون، کارگردانشون. و من همیشه به این موضوع فکر میکردم که مثلا فیلمای دیگه شاید خیلی وقتا از تکنولوژی امکانات و اینا باشن، ولی تمام فیلمایی که از مشکلات و بدبختی ها و اون لول های پایین جامعه هستن، از اون طرف اونا هن که دارن بولد میشن تو دید جهان. اون وقت اون باعث میشه که هر کسی که شاید این فیلمو دید فکر کنه اوضاع ایران اینه، و این یه ذره واقعا دردآوره. نمیدونم چه حسی و چه جوری حسمو بگم، ولی اون دقیقاً حرفش رو من اون موقع حس کردم که چرا باید جای گوشه از جای مادر و اشک پای سفره. از این جامعه که آلوده است لکه‌های عقده، حالا برو هی بگو شدم هم صدای دوزه. چیه دوست داری بگم حرف صدای چی؟ لکه‌های عقده، حالا برو هی بگو شدم هم صدای دوزه. چیه دوست ها میگه حالا تو هی به من بگو من رفتم شدم هم صدای دوزه، حالا تو من هی از اینا بگم از بدبختی فقر اینو بگم، تو فکر میکنی که خوبه؟ من که نمیخوام اینا رو بگم. تو حالا هی به من این انگو بزن که من شدم طرفدار دزده. در واقع داره میگه من طرفدار آدمای بدم نیستم، اونایی که دزدن و اختلاس کردن حالا یه سری کارا میکنن. دیدگاه دوتاشون از نظر من دیدگاه قابل تفکریه، و شاید همیشه ما تو همین بحثا هنگ کنیم. من که آلوده است لکه‌های عقده، حالا برو هی بگو شدم هم صدای دوزه. چیه دوست داری بگم حرف حاجی مفته؟ پیش خودت میگی عمو حتما وصلی ها که جفته. چجوری میتونم برم با اونا که میگم فقط میکشی اگه ایران یه رو دست ما بیفته؟ بعد یه هیت غم بدم همه بگوشن. او میگه من
درسته که من فلان، ولی چطوری میتونم برم با آدم های اونایی رو میگه که خارجن و حالا میخوان که از بین ببرن همه چیز و فلانی رو میگه، میگه چجوری من پس برم با اونا؟ در واقع داره میگه من نمیتونم اونا رو انتخاب کنم چون اونا هم دنبال جنگن، دنبال که میگم فقط میکشن. اگه ایران یه رو دست ما بیفته بعد یه هیت غم بدم همه بگوشنش، الان که وطن زخمی شده من بفروشمش. هیت غم منو یاد چیز انداخته، که فدایی انداخت که من گریم گرفت. ما بیفته بعد یه هیت غم بدم همه بگوشنش، الان که وطن زخمی شده من بفروشمش. تو آمریکا بشینم تو کادیلاک، یا ایران فیلم بدم واسه سالی تاک. وای بچه ها اینجاش خیلی خوب بود، اینجاش یه بار دیگه بگه بدم همه بگوشن، اونایی که میگن فقط میکشی. اگه ایران یه رو دست ما بیفته بعد یه هیت غم بدم همه بگوشنش، الان که وطن زخمی شده من بفروشمش. من بفروشمش بهترین قسمتش بود، میگه حالا که زخمی شده بدن ایران، حالا که این همه مشکل داره من نمیفروشمش، من بیام بفروشمش به خارجی ها، به فلانی ها، به فلان. بعد گفتش که بیام فیلم بگیرم بفرستم واسه سالیتاک. سالیتاک نمیدونم دیدین یا نه، فکر میکنم که توی یک شبکه من یکی دو دفعه دیده بودمش که از این سر ویدیوها درست میکرد. میگه در واقع اونا هم دوباره بدم همه بگوشنش، الان که وطن زخمی شده من بفروشمش. ملو تو آمریکا بشینم تو کادیلاک، یا ایران فیلم بدم واسه سالی تاک. بگم دستا بالا هستم و تسلیم شدیم، تو رو خدا کل مملکت رو تحریم کنیم. وای 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 خیلی اینجاش جای تفکر داشت. ما بیایم بگیم که مشکل داریم، بعد تو رو خدا بیایم کل ایران رو تحریم کنیم، حالا چی میشه؟ این درست میشه؟ این درست نمیشه؟ که بدتر میشه، مردم ما تحریم تر میشن و مشکلاتشون 100,000 برابر میشه. بچه ها حس میکنم ما توی واقعا چرخه بدی گیر کردیم. دستا بالا هستم و تسلیم شدیم، تو رو خدا کل مملکت رو تحریم کنیم. دیدی نراه پس داری نراه پیش. مشکلا رو همه رو از بر بشن، رد بدم و بزنه رسمم به سرم. تو میای دنبالم بهم دست بر بزنم. خیلی ترک خاصی بود، چیه دوست داری از فرق بگم واقعا بچه ها. ترکش خیلی ترک خاصی بود، الان فهمیدم که چرا اینقدر به من گفتین این ترک رو گوش کنم. خیلی ترک خوبی بود، جای تفکر داشت. بزنه رسمم به سرم، تو میای دنبالم بهم دست بر بزنم. نمیای دیگه، نمیای. اصلا دردقم شیر خوش تو لندن، فقط تو گوشون فول کردن ایران مشکل داره، بقیه جا گل و بلبل ها. قضیه شیر خشک و لندن نمیدونم حالا یادتونه یا نه، یه سری اخبارش منتشر شده بود و اینا، میگه حالا تو بدیهای مثلا ایران رو هی بزرگ میکنی. همه کشورها درسته مشکل دارن و هر کسی واقعا توی اون اوضاعی که به نظر من پیش میاد خودش هم دخیله. نمیدونم خیلی حرفای واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم. مشکل داره بقیه جا گل و بلبل ها، بقیه جا مشکل داره واقعا گل و بلبل نیست. میدونیم شما که خیلی فکر مردمی کوشی، خب به کار کن براشون دیگه. اینجا تو یه شما که خیلی فکر مردمی کوشی، پاشو بذاری گرفتنش دیگه. میگه اگه واقعا حق تو مثلا یه شعر میخونی، حالا مثلا یه سری آدم اتفاقاتی براشون میفته و بعد I don't know. از اون طرف هم نمیشه گفت که هیچ کس هیچ حرفی نزنه. اگرم هیچ حرفی نزنی که این اوضاع بدتر میشه، اختلاسگرا دزدا بیشتر میشن. تو از هنگ کردم فکر مردمی کوشی، خب به کار کن براشون دیگه. بچه کامنت بذارید بر من، چون کاسه به درد مردم، کاسه به درد من آمادم تو کنه تو کلون کنم برم خودش هم بهش گفتن کاسه به درد مردم من در تو کنه تو کلون کنم برم. بگو چه از تک کلون خیلی ترک خاصه واقعا. آقا اولش که من اسمشو شنیدم این ترکو فکرم که دیس بچه های پیش روین هابیل قابل، اصلا یعنی من میبینم این چیزو یاد هابیل قابل میفتم، ولی دیس بچه های ملتفت و نمیدونم بگم ملتفت، کلن دیس یه طرز تفکر بود یا به چالش کشیدن یک طرز تفکر بود. طرز تفکری که نه من میتونم در موردش نظر بدم، نه شما شاید بتونید نظر بدید، نه خیلی از آدمای بزرگ دنیا الان توش همه موندن، اقتصاددانای ایران، داخل ایران، خارج ایران. اصلا یه اوضاع
چی میگن بهش قاراش میش چه اصطلاحی من اوضاع قاضی بود اصلا آدم واقعا نمیدونه که چی باید بگه جز این که قصه بخوره جز این که دلش واقعا به درد بیاد از اوضاعی که هست یه سری بود که بچه ها من یه ویدیو انگیزشی گذاشتم بعد کامنت بر من گذاشتم اینستاگرام بود یا اینجا بود کامنت گذاشته بودش که آره تو این خیالت نیست آره دیگه رفتین اونجا واسه خودتون صفا هستی فلان بیست بچه ها اینطوری هم نیست خب هر جایی هر کسی هر مدلی هر زندگی سبک خودشو داره سختی خودشو داره و به نظر من هیچ موقع نباید که همدیگر قضاوت بکنیم به خاطر شرایط. خیلی بچه ها کامنت گذاشته بودن که آره زندگی و جوونی ما هدر شد. آره واقعا منم همیشه به همین فکر میکردم که خیلی ها توی بهترین سالهای زندگیشون میتونستن به پیشرفتای زیادی برسن به جای اینکه مثل من شما ال بل فلان بشینن خودشونو درگیر این موضوعات کنن. مگه مردم کشورهای دیگه اینقدر خودشونو درگیر این چیزها میکنن؟ انگاری که توی رکن زندگی موندیم تو معیشت عادی زندگیه به جای اینکه تفکرمون رو ببریم رو به رشد تو همون اوایلش گیر کردیم. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و میگم جای تفکر. بچه بر من کامنت بذارید، من واقعا دوست دارم نظراتتون رو تو کامنت ها بخونم و قول میدم که کامنتاتون رو جواب بدم یا حتی پین کنم و دوست دارم که بدونم نظرتون در مورد این ترک چی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر کانال رو دوست داشتین چنل رو سابسکرایب کنید، حتما ویدیو رو لایک بکنید بچه ها، چه دوست داشتید چه دوست داشتید یه ریاکشن داشته باشید و اینکه کامنت انگلیسی بذارین سابتون نپره، زنگوله رو بزنید، شبکه اجتماعی رو دنبال بکنید و خواهش میکنم با انرژی مثبتتون به من کمک کنید که من بتونم همچنان ویدیوهای پشت سر هم درست بکنم، وسطش دوباره استاپ نشم. کامنتتون خیلی به من انرژی میده. همونجوری که میدونید من یه شرایط زندگی متفاوتی دارم، کار میکنم، درس میخونم و همه اینا خیلی برای من چالنجه، به خاطر همین نمیرسم که همشه ویدیو درست بکنم، ولی وقتی کامنتاتون رو میبینم که انقدر به من انرژی میدین هی خودم رو موظف میکنم به اینکه بیام بشینم و ویدیوهای بعدی رو بسازم. امیدوارم که حالتون با ویدیوهای من خوب بشه. یه دنیا دوستتون دارم بچه ها و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون بشه. اول از همه پول داشتید و بعد خوشبخت باشید. خدا حافظ.